جوانان منطقه شلنگ‌آباد اهواز در ابتدای جاده خرمشهر عکس‌های بزرگ خمینی و خامنه‌ای را به آتش کشیدند. روز 25 فروردین مزدوران نیروی انتظامی برای دستگیری جوانان به محله‌های مختلف اهواز و شهرهای شادگان و حمیدیه حمله کردند. محله‌های شلنگ‌آباد، کوت عبدالله و لشکرآباد از جمله محله‌های اهواز بودند که به آنها حمله شد. مزدوران اطلاعات هم در این حملات همراه گاردهای ضد شورش بودند. مردم در برابر این حملات مقاومت کردند و در مواردی به سمت مزدوران شلیک کردند. تا کنون بیش از 200 تن از هموطنان دستگیر شدند. روز 23 فروردین نیروهای انتظامی به همراه ماموران شهرداری به منازل مردم در منطقه جنوبیه اهواز حمله کردند. آنان با لودر خانه‌های مردم را تخریب کردند. بهانه تخریب را ساخت و ساز غیر مجاز اعلام کردند، اما مردم منطقه در برابرشان ایستادند. نیروهای سرکوبگر با شلیک به سمت مردم یک نوجوان 15 ساله به نام مرتضی سویدی را به قتل رساندند. به گفته مردم قاتل این نوجوان فردی به نام سرگرد پاسدار چابک سوار است. یک پیروزی برای مردم تبریز. به دنبال اعتراضات هفته گذشته مردم تبریز علیه گرانی 50 تا 100 درصدی بلیت اتوبوس، شهرداری تبریز مجبور شد 50 تومان از قیمت‌های جدید را کاهش دهد. یکی از فرهنگیان کرمانشاه گفت از طرف آموزش پرورش فراخوانی به فرهنگیان داده شده که به عنوان مجری صندوق انتخابات در روز انتخابات حضور داشته باشند. در این فراخوان قید شده این حضور به عنوان یک روز ماموریت محسوب می شود. این فرهنگی گفت همه همکارانی که با آنها صحبت کردم از این سوء استفاده منزجرند. طی هفته گذشته نیروهای سرکوبگر با حملات وحشیانه به روستاهای مختلف استان کرمان و هرمزگان تلاش کردند تا بشقاب‌های ماهواره‌ای را جمع کنند، اما با مقاومت گسترده روستاییان مواجه شدند. برخی از این روستاها عبارت بودند از بلدجان، اللاگنج، رودان، سنگ رستم، دهبارز، دهجان، مژگان، کهنوش، کوتک و اطراف قلعه‌قاضی.